سلام، خوبین، خوشین، چطورین؟ روزتون بخیر. امروز میخوام در مورد یه اتفاق جالب براتون بگم. امیر تتلو توی تلگرام میخواد کانال 1,440,000 نفریش رو بفروشه. باورتون میشه؟ کانالش رو میخواد بفروشه با یک رقم جالب، 150 میلیون تومان. در کانال تلگرامیش اعلام کرد این کانال رو میفروشه و از این به بعد فقط در یوتیوب فعالیت خواهد کرد. او قبلا پیج اینستاگرامش رو هم فروخته بود. تتلو از آهنگ‌های خوبی که در این کانال پخش کرده گفته و با ناراحتی اعلام کرد اینکه قیمتش فقط 150 میلیون تومانه ناراحت کننده است. او از هوادارانی که آهنگاش رو نمی‌خرن و اعضای تیمش که نتونستن تیک آبی تلگرام رو برای کانال بگیرن ابراز نارضایتی کرد و یه ذره بهشون هم فوش داد توی کانالش و همینطور از این کانال برای درآمدزایی سایت شرط بندیش هم استفاده میکرد. یه سری چیزایی هم تو کانالش میفروخت، مثل لیوان با عکس خودش و یه سری چیزای دیگه که در این کانال میفروخت. توی کانالش نوشته خب آلبوم فرشتم که تموم شد، 25 هزار یورو پول ما رو خوردن. اصلا فهمیدین؟ یه کمپانی پولش رو خورده و گفته که صدای هیچ هواداری هم در نیومد. جالبه، دزدی از امیر تتلو واقعا یه امر عادی و طبیعی شده، حتی برای خارجی ها. اینم که وضع چنل تلگرامه، هر روز پایین تر میاد. اونم که وضعیت چنل یوتیوب، بیشتر از 2 ساله حتی 300 هزار تا هم نشده. به هر حال معلوم نیست چه اتفاقی میفته برای امیر تتلو. متاسفانه شهره لرستانی، بازیگر و کارگردان خوب کشورمون، به کرونای نوع دلتا مبتلا شده و خودش اعلام کرده که همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان یا همون ICU بستری هست. این بازیگر در یک مکالمه کوتاه در حالی که حال مساعدی برای صحبت کردن نداشت گفت در ICU هستم و به نوع دلتای کرونا مبتلا شدم. هر دو ریه ام درگیر شده و توان صحبت کردن ندارم. برخی از عوامل مجموعه خوشنام به کرونا مبتلا شدن و همینطور شهره لرستانی عزیز. متاسفانه بعد از اینکه چند نفر از عوامل این سریال به کرونا مبتلا شدن، ساخت این مجموعه در شبکه 1 هم فعلا متوقف شده. خیلی ممنونم که توجه کردین به این ویدیو. اگه همین الان روی لوگوی کانال منحرفان شریف هم کلیک بکنید میتونید عضو کانال بشید. دمتون گرم. خیلی از لایک هاتون انرژی و انگیزه میگیرم، همینطور از کامنت های قشنگتون. مرسی، خداحافظ.